بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. توحيد مرحوم صدوق باب 66 گفتگوی امام رضا علیه السلام با یگانه فلاسفه زمان سلیمان مروزی و امام علیه السلام یکی یک عقاید او رو ابطال کردند تا رسیدن به ابطال عقیده فلاسفه و عرفا درباره قدم اراده، که اینا قائلن به این که اراده خدا قدیمه، اراده خدا ذاتی است، اراده خدا ازلی است و این حرف کاملا باطلیه. علم و قدرت خدا ازلی است، اما اراده و ایجاد باری تعالی امر حادثیه و ازلی بودن اراده و فعل معنایی نداره. لذا امام علیه السلام فرمودن به این شخص فیلسوف که یا سلیمان، آیا خبر نمیده عن الاراده؟ آیا اراده فعل است یا فعل نیست؟ قال بله فعل. گفت بله آقا فعله. قال فهی محدثه لان الفعل كله محدث. خب پس اراده باید محدث باشه، چون اصلا فعل باید محدث باشه. فعل یعنی کاری که خدا یا انسان انجام میدهد. خب اگر ازلا هست دیگه انجام دادن نداره که. اینجا بود که قال لیست بفعل، دید گیر کرده، درست برعکسش گفت، نه آقا اصلا فعل نیست. قال فمعه غیره لم یزل. خب یه بار دیگه این اشکال بیت کردیم که همه بیت خندیدن. پس غیر خدا یه چیزی بوده ازلا با خدا و ازلی بوده، خب پس دو تا خدا میشه. و همینجور ادامه دادن امام علیه السلام و این هی توی تناقضات گیر کرده بود تا اینجا که گفت که انها مصنوعه. بله آقا اراده مصنوع خداست، خدا اراده رو ایجاد میکنه، میسازه، انجام میده. قال علیه السلام فهی محدثه، پس بگو احداث شده دیگه، خدا ایجادش کرده، احداثش کرده. لیست که سمع و البصر، مثل سمیع و بصیر بودن، مثل عالم و قادر بودن نیست، چون خدا علم و قدرت خودش رو ایجاد نمیکنه، مصنوع خودش نیست، این امر محالیه. لان سمع و البصر لیس به مصنوعین، چون سمیع بودن، بصیر بودن، عالم بودن، قادر بودن که مصنوع خدا نیست، اینا ذات خداست، فعل خدا مصنوع خداست. قال علیه السلام پس این نمیشه مثل سمع و بصر باشه. قال سلیمان انا صفت من صفاتی لم تزل. باز برگردون حرفشو، گفت آقا اصلا اراده یکی از صفات ازلی خداست. قال فینبغی ان یکون الانسان لم یزل. خب پس بنابراین انسان هم باید ازلی باشه، لان صفته لم یزل، چون صفت اراده خدای تبارک و تعالی ازلیه. خب وقتی خدا ازلا اراده کرده انسان را، پس انسان باید ازلی باشه، در حالی که می‌بینیم هر لحظه خدا چیزی در عالم ایجاد میکنه، تغییر میده، تبدیل میده، تقدیر میکنه. و بارها عرض کردیم اگر قرار بود انسان‌های قبل از من ازلی باشند و عالم ازلی باشه، خب ازلی و بی‌نهایت که تمام نمیشه تا نوبت به تولد من و تو برسه و نوبت به حرکات و دوران خورشید و ماه و ستاره و شب و امشب و امروز برسه، لذا هیچ موجود نمیشد، اصلا معنایی نداره ازلیت و عدم تناهی. قال سلیمان لا لانه لم يفعلها. گفت نه اخی آقا انسان لازم نیست که ازلی باشه، چون خدا این فعل را انجام نداده. خب از یه طرف میگه اراده ازلیه، از یه طرف میگه خدا این اراده را انجام نداده. فلسفه انصافا سر تا پاش همینه، فکر نکنید که الان این
سلیمان مروزی فیلسوف ضعیفی بوده و اون زمان اینقدر تناقض میگفته. همین الان شما مشهورترین، معروفترین، متقنترین، علمیترین، دقیقترین کتاب فلسفی رو بیارید، من از این بیشتر نشونه شما میدم که در هر صفحه و در هر خط چقدر تناقض داره. و البته ما خط به خط کتاب نهایه و بدایه رو نقد کردیم و درساش آماده است دوستان برن نگاه کنن. اسفار رو نقد کردیم، برن ببینن تا اون همون اوائلش رفتیم، موانی رو آنچنان کوبیدیم و نقد کردیم که اصلا نیازی به نقد بقیهش نبوده و اینا رو تبیین کردیم قبلا. همین تناقضات اونها هم دارن. قال سلیمان نه آقا، چون که خدا این اراده رو انجام نداده. قال الرضا علیه السلام یا خراسانی ما اکثر غلطک. خراسانی چقدر آخه غلط و اشتباه میگی؟ اراده ازلی، حادثه، حادثه ازلی، باهاش هست نیست، ایجادش کرده ایجادش نکرده، فعل هست فعل نیست، آخه کدوم یکیش؟ یه مبنایی برای خودت داشته باش. افلیس به ارادتی و قولی تکون الاشیاء، آیا خدای تبارک و تعالی به اراده خودش این اشیاء را ایجاد نکرده؟ افلیس به ارادتی و قولی تکون الاشیاء، یا تکون الاشیاء، آیا وجود پیدا کردن برای اشیا به اراده خدا نبوده؟ یا به اراده خدا نبوده که این اشیا وجود پیدا کرده؟ قال سلیمان لا، گفت نه آقا. قال فاذا لم يكن بارادتي ولا مشيئتي ولا امري ولا بالمباشره فكيف يكون ذلك. خب وقتی قرار شد که این عالم به اراده و مشیت و امر خدا ایجاد نشده باشه، ذات خدا هم که باز برخلاف نظر فلاسفه مانند ابر نیست که باران ازش بیاد بیرون، این ذات خدا هم نیست، اونا که غلط‌تر از هم است که اینا معتقدن. خب پس چیه اینجا دیگه؟ الان چی بگیم در خداشناسی؟ ما چی بگیم؟ بگیم این عالم نه این ذات خداست نه هم خدا ایجادش کرده. فلم یحر جوابن، باز همینجور موند که چی بگه. البته عرض کردیم در نهایت فلاسفه عرفا اون بدترش انتخاب میکنن، میگن بله به اراده خدا نیست، این ذات خداست، اصلا ما جز خدا چیزی نداریم، همه این اشیا خود ذات خدا هستند که هر لحظه به شکلی بوت عیار در آمد دل برد و نهان شد. بعد امام علیه السلام باز اینجا هم آیاتی رو و ادله‌ای رو آوردن و او را متوجه تناقضات خودش کردن تا اینجا که قال سلیمان انما عنیت انها فعل من الله لم یزل. گفتش که آقا ببینید، من میگم هم فعل خدا هم ازلیه. الان فلاسفه میگن خدا ازلا خلق میکرده و ازلا خلق میکنه. یعنی ازلا خلق میکرده، یعنی پس ازلا مخلوق هم بوده دیگه. خب چیزی که مخلوق بوده که دیگه انجام دادن نداره دیگه، کار خدا نیست. مضافاً بر این که اگر ازلا خلق میکرده، آن به آن خدا باید خلق میکرده، تعداد خلقهای خدا آن به آن بی‌نهایت میشه. خب بی‌نهایت که تمام نمیشه، نوبت به من و تو برسه. حالا این دقیقاً همین حرفی را زد که الان همین نهایه و بدایه و اسفار و نمیدونم فسوس و نصوص و خدمت شما شد فتوحات و کتب فلاسفه و عرفا این حرفا رو میزنن که عالم هم فعل الله هم ازلیه. قال عليه السلام الا تعلم ان ما لم يزل لا يكون مفعولا وحديثا وقديما في حاله واحده. آخه چقدر شما فلاسفه تناقض میگید، نمیفهمید چیزی که ازلی باشه نمیشه فعل کسی دیگه باشه که بگیم همیشه فعلش بوده. اصلا نمیشه فعل باشه، فعل ایجاد به چیزی تعلق میگیره که نبوده موجود شده. اگه ازلا موجود بوده، ازلا باز من ایجادش کردم، معنی نداره که. اینقدر نمیفهمی که چیزی که ازلی باشه اصلا نمیشه مفعول باشه، نمیشه مصنوع باشه، نمیشه مخلوق باشه، لازم میاد که هم قدیم باشه هم حادث، و این تناقضه. فلم یحر جوابن، باز این فیلسوف دوران دو مرتبه اینجا چیه؟ افتاد به دست و پا و نتونست جوابی بده. امام رضا علیه السلام باز بعد از ادامه فرمودن انما لم یزل لا یکون مفعولن. سلیمان فیلسوف بفهم، بدان که چیزی که ازلی باشه نمیشه فعل کسی دیگه باشه. اگر عالم ازلا بوده دیگه نمیشه بگه ازلا فعل خداست، فعل لجا معنایی نداره دیگه. پس اینجوری بگه خدا خودش هم ازلی ولی فعل کسی دیگه است. میگه نه، خب اون وجود به ذات و وجود بالغیر داره. خب مگه به اختیار توئه که بگی اون به ذات این بالغیره؟ وقتی قرارش هر دو ازلی باشن، خب این به ذات باشه اون بالغیر باشه، اسم گذاری که نیست که، با اسمی که کار درست نمیشه. ازلیست نمیتونه فعل کسی دیگه باشه.
قال سلیمان لیس الاشیاء اراده ولم یرد شیئا، اصلا اشیاء اراده خدا نیستن و خدا هیچی نخواسته. قال الرضا علیه السلام وسوست یا سلیمان، سلیمان دیگه همینجوری قاطی کردی، به وسوسه دچار شدی، نمیفهمی چی میگی، خودتو از دست دادی. اللهم اني اسالك من شرفك باشرفي وكل شرفك شني. اللهم اني اسالك بشرفك كله. وسوست يا سليمان قد فعل وخلق ما لم يرد خلقه ولا فعله. خدا خلق کرده و انجام داده چیزی رو که اراده نکرده، ایجاد نکرده، یعنی چه تناقضه که ایجاد کرده چیزی رو که ایجاد نکرده، اراده کرده چیزی رو که اراده نکرده. چی میگی تو آخه؟ و هذه صفت من لا یدری ما فعل، اینی که کسی ندونه که چی کاری انجام میده، همین جور این تطور در ذات پیدا بشه، این که علم نمیاره، اختیار نمیاره، مثل ابریه که همینجوری در خودش بغلته، این که ذاتاً محاله، این که خدا نمیشه، این که عالم نمیشه، قادر نمیشه، مختار نمیشه. تعالی الله عن ذلک، خدا فراتر از این افکار باطل فلسفی و عرفانی درباره تطور ذات خدا و صورت پذیری ذات خداست. قال سلیمان یا سیدی قد اخبرتو که انها کسم عباد بسر و العلم. باز برگشت گفت سیدی من که اول گفتم اراده خدا مثل همین سمع و بصر و علم و قدرته. قال المأمون ویلک یا سلیمان کم هذا الغلط و تردد اقطع هذا و خذ فی غیره. مأمونی که لحظه به لحظه انتظار میکشید که این یه چیزی بگه امام رضا علیه السلام تو بحث بمونن، دید رسوایی فلسفه و فکر بشری در مقابل مقام وحی و عقلانیت مکتب اهل بیت علیهم السلام این چنین متزلزله و این جور مفتزحه، خودش باز بداد این سلیمان شهسیت. گفت سلیمان چقدر اشتباه، چقدر غلط، چقدر هی برمیگردی تکرار میکنی، ول کن بابا، برو یه بحث دیگر رو شروع کن. از لست تقوا علا حاضر رد، تو که نمیتونی امام رضا رو در اینجا رد کنی، برو یه بحث دیگه بکن. قال الرضا دعه یا امیر المؤمنین، امام علیه السلام فرمود بذار حرفاشو بزنه، بذار این افکارشو بریزه بیرون تا برسه به زمانی که من و شما اینجا بنشینیم و بفهمیم که با چه الفاظ مزخرف و چه عقاید مفتزحی به اسم فلسفه و عقلانیت ما را از عقلانیت واقعی و مکتب وحی جدا کردن. فرمودن که ولش کن، بذار حرفاشو بزنه، فردا اینا هوچیگری میکنن، میگن نذاشتن ما حرف بزنیم، هزار بار گفته هی تکرار کرده توش مونده. لا تقطع علیه مسئلته فیجعلها حجه، بذار حرفاشو بزنه، جلوشو نگیر. اینا اگه تمام تلویزیون و بلنگوها و کتابها و دانشگاه و درس‌ها رو بهشون بدی، یک بار بگی آقا اینقدر دیگه این حرفای باطل تو تکرار نکن، تا آخر عمر میگن جلو ما رو گرفتن، هیچ اونا رو فکر نمیکنن که بابا یک کلاسی، یک بلنگوی، یک درسی هم بذارید، یک شخصی که عقلانیت رو واقعا پیدا کرده از مکتب معصوم گرفته براش ما بیان کنه، بفهمی از عقل چی میگه، به اسم عقل گول نخوری. هنوز که هنوز میگن فلسفه مظلومه، فلسفه مظلومه، همه جا را با این عقاید انحرافی پر کردیم، بعد میگی فلسفه مظلومه. بابا علوم اهل بیت علیهم السلام عقلانیت محض محلومه، عقلانیت محض و اینهاست که مظلومه، اینهاست که در خفاست، اینهاست که کرسی نداره، اینهاست که بیان نمیشه، اینهاست که اصلا کسی نمیفهمه اینا رو از بس که در ضلالت انحراف بزرگ شدیم. تکلم یا سلیمان، بگو حرفاتو بزن. قال قد اخبرتو که انها کسمع البصر والعلم، آقا من گفتم این مثل سمع و بصر و علمه. قال الرضا علیه السلام، باز حضرت تا آخر ادامه دادن، بابا تکرار میکنی، باز همون حرف قبل تو میزنی، با این فلاسفه اساتید و شاگردان و مؤلفین و غیرشان بحث میکنی، هی یه چیزی تکرار میکنه، مثل نواری که تا یه اشکال میکنی بهش انگار که باز برمیگرده اول نواش روشن میکنه، اشکال نمیفهمه چیه. امام باید مفصل جوابشو دادند و دادند و دادند تا به اینجا که قال سلیمان فانه اسم من اسمائه، اراده یکی از اسماء خداست.
قال الرضا علیه السلام هل سما نفسه بذالک؟ خدا خودش گفته من ارادم، گفته من ازلا مریدم. قال سلیمان لا نه. نه آقا، ما این اسم از خود در آوردیم، ما گفتیم خدا عقل و عاقل و معقول است، از خودمون در آوردیم. اتحاد علم عالم و مجهول است، خودمون در آوردیم. اتحاد عقل و عاقل و معقول، علم عالم معلوم، اتحاد خدا با اشیاء، خدا کل الاشیاء است، عالم حادث ذاتی است، خدا واجب الوجود است. این الفاظی که از خودمون در آوردیم مثلا با عقل جور در نمیاد اکثرش، بلکه اینا ضد عقل اصلا. گفت نه آقا، خود خدا این اسم برای خودش نذاشته. قال الرضا علیه السلام فلیس لک ان تسمیه بما لم یسم به نفسه، تو حق نداری یه اسمی را برای خدا بذاری که خدا برای خودش نذاشته. البته ما این بحث با توی کتاب فرد از عرفان و توی کتاب معرفت الله بالله مفصل توضیح دادیم، نه اینکه فقط اسم گذاری برای خدا باطله، نه، بلکه هر اسمی تو بذاری با اون فکر غلط خودت میذاری، اصلا معناش هم غلطه. حتی اگر معنای درستی هم میداشت تو حق نداری پیش خود اسم بذاری. خدا مکتب و شرع و دینشو به تو نسپرده، تو چه کار هستی؟ مضافاً بر این که اصلا یک بار هم نشد این فلاسفه عرفا یک اسمی برای خدا انتخاب کنن، یک اصطلاحی جعل کنن و بذارن، الا اینکه حتما چیه؟ واضحه که باطل و غلطه و جایز نیست بر خدا اطلاق بشه. قال قد وصف نفسه بانه مرید، گفت که آه خود خدا خودش رو گفته من مرید هستم. قال الرضا علیه السلام لیس صفته نفسه انه مرید اخبارا، لیس صفته نفسه انه مرید اخبارا عن انه اراده ولا اخبارا عن ان الاراده اسم من اسمائی. خدا اگر گفته من مریدم معناش نیست که اسم من اراده است، نگفته به تو که اسم من اراده است. اسم خدا اراده است غلطه. قال سلیمان لان ارادته و علمه، کو ارادهش همون علمشه. قال الرضا علیه السلام یا جاهل، گو آقا اراده خدا همون علمشه. همه فلاسفه الان میگن، همین الان میگن تو کتابای فلسفه همین مطلب پره، همین الان کتابهای فلسفه میگه اراده خدا علم خداست. میگیم نه، علم ازلی، اراده ایجاده احداثه. این هم گفت چون اراده خدا علمشه، امام فرمودن یا جاهل ای نادان، فاذا علم الشیء فقد اراده، هر چی خدا میدونه ارادم کرده. خدا الان اژدهای 700 را میدونه، اراده کرده. چه حرفی تو میزنی؟ گفت بله آقا، هر چی رو میدونه اراده کرده. قال علیه السلام فاذا لم يرد لم يعلمه، پس چیزایی که خدا اراده نکرده پس علم نداره. قال سلیمان اجل، گفت بله آقا. قال علیه السلام من اين قلت ذلك، چی میگی تو؟ از کجا این حرفا رو میزنی؟ هر چی که خدا ایجاد کرده میدونه، هر چی ایجاد کرده نمیدونه. و ما دلیل علی ان ارادته و علمه، یعنی چی دلیل داری که میخوای بگی اراده خدا علم خداست؟ در حالی که قد یعلم ما لا یریده ابدا، در حالی که خدا میداند چیزهایی رو که هرگز اراده نکرده و نخواهد کرد. کما این که فرمود ولا ان شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک، اگر میخواستیم آنچه را به تو وحی کردیم از بین میبردیم. نبرده دیگه، میداند، در حالی که میداند چطوری با وحی را از بین ببره و هرگز اون وحی را از بین نبرده و نخواهد برد. سلیمان گفت چون لانه قد فرق من الامر فلیس فی شیئا، گفت که آقا چون کار خدا تموم شده دیگه، علت معلول در راه خودش از ذات خدا اول صادر شده دیگه، خدا هیچ کاری است. هدف هم بودن این که همون قول یهوده که همون اول بهت گفتم باطله، این قول یهوده، این بحث علت معلول جبریه که دست قدرت خدا رو ببنده، این قول یهوده و این حرف ها کاملا باطله و قبلا ابطالش رو گفتیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. يا رب يا قهار اسمع دعائي واجب ندائي بالهادي المختار وبالهيجاء وبالزهراء، فبحقهم يا متعال أحسن ما بي أحسن ما بي.